ساعت 6:30 صبح بود. 19 فروردین. خورشید دیواره افق را شکسته بود و آرام سرک می‌کشید. از صدای شلیک‌ها بیرون آمدم. نسیم خنکی چهره‌ام را نوازش داد. سعی کردم آرام و خونسرد باشم. اما این آرامش تنها پرده‌ای بر روی تلاطم درونی‌ام بود. یک و نیم ساعت از شروع حمله به شهر بیدفاع اشرف می‌گذشت. از شمال شرق تا میدان لاله پیاپی صدای رگبارها و انفجار نارنجک‌ها به گوش می‌رسید. احساس کردم سینم از این همه ناجوان مردی زمانه توان نگه داشتن قلب آسیم را ندارد. اما در همین هنگام یکی از بچه ها آمد و گفت زهر شهید شد. درنگ کردم. سعی کردم به خودم مسلط شوم. سخت بود. خیلی سخت. چهره زهیر در مقابل چشمانم ظاهر شد. ناگهان رشته افکارم رفت و رفت و رفت تا 26 سال پیش. روزی که برای نخستین بار زهیر را دیدم. سال 1364 بود. در پاریس در مدرسه کودکان مجاهدین. ما که کودکانی 8-9 ساله بودیم در آن مدرسه درس می‌خواندیم. یک روز زهیر با پدرش که مجاهدین به او کاک صالح می‌گفتند به مدرسه ما آمد. از آن پس با او دوست شدم. شبی در اتاقک زیر شیروانی داستانی می‌خواندم. زهیر آمد کنارم و گفت با هم بخونیم. بعد یک صفحه من خواندم، یک صفحه او. از اینجا یک بچه مشترک جدی بین ما پیدا شد. علاقه به کتاب. آغاز یک رابطه گرم، عاطفی و قلبی بین ما. رابطه‌ای که روز به روز گرم‌تر شد. یک روز زهیر آمد و گفت میثم، بابام گفت داستان‌های صمد رو هم بخونید. بعد از ظهر دوباره با زهیر در همان اتاق زیر شیروانی 24 ساعت در خواب و بیداری را خواندیم. بعدها زهیر از صمد جمله‌ای پیدا کرد و در نشریه دیواری کلاسمان نوشت بچه ها، بیشک آینده در دست شماست. خوب و بدش هم مال شماست. شما خواه ناخواه بزرگ می شوید و هم پای زمان پیش می روید. زندگی اجتماعی را با همه خوب و بدش صاحب می شوید. فقر، ظلم، زور، عدالت، زندان و آزادی و صدها خوشی و ناخوشی اجتماعی دیگر مال شما می شود. می دانیم که برای درمان ناخوشی ها اول باید علت آن را پیدا کرد. یک سال بعد باز هم با زهیر در یک مدرسه بودیم، اما نه در پاریس بلکه در اشرف. صبح‌ها به کلاس می‌رفتیم و بعد از ظهرها فوتبال و مرور درس‌ها و البته کتاب خواندن. هر چه می‌خواندیم سیر نمی‌شدیم. زهیر می‌گفت هر چی می‌خونم می‌فهمم که هنوز کم می‌دونم. در یک بعد از ظهر که از فوتبال برگشتیم، زهیر پیشنهاد کرد کتاب دونارام و زمین نوآباد را بخوانم. برایم توضیح داد که نویسنده این کتاب‌ها میخائیل شلوخوف است، کسی که برنده جایزه نوبل ادبی شد. زهیر گفت با خواندن دونارام آدم میفهمد انتخاب راه چقدر مهم است. کسی که سردرگم باشد تمام زندگیش در بی ارادگی خواهد گذشت. کتاب را خواندم. با اینکه 12 سال بیشتر نداشتم،
احساس کردم کم کم باید به فکر انتخاب مسیر باشم. از زهیر سوال کردم از کدام شخصیت داستان بیش از همه خوشت آمد؟ گفت بونچوک. بونچوک جوانی 29 ساله بود که برای آزادی به نیروهای انقلاب پیوسته بود. اما در یک مأموریت گروهشان به یک نیروی مسلح بزرگ برمی‌خورد. تهدید یک درگیری جدی به وجود می‌آید. سرانجام فرمانده نیروهای انقلاب برای جلوگیری از درگیری ناخواسته با نیروهای مقابل یک موافقتنامه امضا می‌کند. اینکه سلاح‌هایشان را به طور موقت بدهند، در مقابل آن نیرو آنها را به سلامت از منطقه خارج کند. هنگامی که سلاح‌ها را می‌دهند، مشخص می‌شود که نیروی مخالف از سوی ضد انقلاب خریده شده. انقلابیون صف به صف به جوخه اعدام سپرده می‌شوند. یکی از آنها بونچوک است. بونچوک می‌خواست این آسمان ابرپوش و این زمین اندوه بار که 29 سال زیر پایش بود را ببیند و باز هم ببیند. درست پیش از شلیک بونچوک فریاد گوش خراشی شنید. 8 تن از یارانش روی هم افتادند. سالها گذشت تا به مقطعی رسیدیم که آغاز چرخش زندگی من و زهیر بود. جنگ خلیج، بمباران‌های مهیب که تاریخ برای نخستین بار آنها را تجربه می‌کرد. مجاهدین نقشی در این جنگ نداشتند، اما واقعیت این بود که در جغرافیایی قرار گرفته بودند که بستر این جنگ بود. بنابراین هر گونه تهدیدی در این کشور تهدیدی برای آنان نیز به شمار می‌رفت. در منطقه مرزی دیگر جای کودکان نبود. ما را به بغداد بردند تا در روزهای بعد از عراق خارج شویم. شب در زیرزمین ساختمانی من و زهیر تا نیمه شب برای هم داستان تعریف کردیم. صدای بمباران ها لحظه ای امان نمی داد. نیمه های شب زهیر حرف عجیبی زد. گفت میثم من نمیام، میخوام بمونم. زهیر مقداری از من بزرگتر بود، اما او هم در سنی نبود که بتواند بماند. به همین خاطر زیاد حرفش را باور نکردم. چند روز بعد ما را از عراق خارج کردند. من رفتم، اما خبری از زهیر نشد. تازه داشت باورم میشد که زهیر در انتخابش چقدر جدی بوده. من هم به فکر فرو رفتم. در یک لحظه من هم انتخاب کردم. مربیانمان بسیار مخالفت کردند، اما هر چقدر هم فشار آوردند یک پشتوانه داشتم. زهیر تونست، پس من هم میتونم. اینطور بود که از همان سال 1370 مسیر زندگیم را برای مبارزه با رژیم خمینی انتخاب کردم. سالها گذشت. بارها با زهیر در ارتش آزادی در یک قسمت بودیم. اما یکی از شکوهمندترین دورانی که همیشه افتخار می کردم همرزم زهیر هستم، دوران پایداری اشرف بود. دورانی سخت که رمز این دوران ایستادگی بر روی اصول بود. دشمن می خواست اشرف را از جا بکند. زهیر را در نشست‌ها، مراسم و برنامه‌های مختلف می دیدم. سرشاری زهیر یکی از پشتوانه های من برای مقابله با آزمایش های دوران بود. ما یعنی آن دوستان کوچک دیرین اکنون دو همرزم یکدیگر بودیم. صدای رگباری از دوردست رشته افکارم را پاره کرد. آفتاب دیگر بالا آمده بود.
با خود فکر می کردم سرگذشت زهیر چه شباهت هایی به سرگذشت بونچک داشت. هر دو در جوانی برای آزادی میهن به انقلاب پیوستند و بعد هم سالیان سال مبارزه. با یک توافقنامه سلاح‌هایشان را گرفتند، اما به آنها خیانت شد. با این حال هر دو بر روی اصولشان ایستادند. سلاح نداشتند، با پیکرهایشان جنگیدند و بهای ایستادگی بر روی اصول و آزادی را تا آخر پرداختند.